سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده به مناسبت روز جهانی زنان و عرصه دانش بیانیه صادر کرد. در این بیانیه که نسخه اعظم به خبرگزاری شیویز رسیده آمده است، زنان نیمی از جوامع بشری را تشکیل می دهند که در امور گوناگون فعالیت دارند و به صورت بنیادین در تداوم نسل بشر و تحول کمی و کیفی آن شریک بوده و هستند، چیزی که تمام ادیان آسمانی ملل منصف و تمدنها به آن اذعان داشته و آن را پذیرفته اند. سازمان مسلمان آزاده در بیانیه خود با اشاره به نقض حقوق زنان در طول تاریخ گفت نقض حقوق زنان مسئله است که بسیاری از تلاش های بین المللی و منطقه ای برای ارتقای فکری، علمی و اقتصادی جامعه زنان را ناکارآمد می کند. سازمان جهانی نفی خشونت ادامه داد بنا به گزارش یونسکو در سالهای 2014 تا 2016 میلادی کمتر از 30 درصد پژوهشگران در سطح جهان زن هستند و حدود 30 درصد از دختران مشغول به تحصیل در آموزش های عالی رشته های مرتبط با علوم، تکنولوژی، هندسه و ریاضیات را انتخاب می کنند. این سازمان حقوق بشری ادامه داد به مناسبت روز جهانی زنان و عرصه دانش نظر مرجع علی قدر آیت الله شیرازی را یادآور می کنیم که فرمودند زن مثل مرد و در زمینه پیشرفت علمی و پذیرش و تعهد به مسئولیت ها ماننده مردان است. بنابراین آنها نیز در امر کسب علوم و ترقی در عرصه های علمی و پرورشی به منظور نجات امت از نادانی و عقب ماندگی مسئولیت دارند که باید به آن احتمام بورزند و در این راه بکوشند. سازمان جهانی نفع خشونت مسلمان آزاده در پایان بیانیه خود از رهبران و رؤسای کشورهای توسعه یافته خواست تا به تعهدات خود در توافقنامه سال 2015 میلادی جامعه عمل بپوشانند توافق که بر اساس آن سران جهان پذیرفتند که تا سال 2030 میلادی اهداف جهانی توسعه پایدار را تحقق ببخشند و به صورت جدی در راه اهداف عمومی انسانی بکوشند.